میخوایم یکی از غذاهای خیلی خوشمزه دیگر برتان آماده بسازم. میبینین که کاملا پالک همچنان گشنیز که اضافه کردیم و استا کاملا خوب سرخ شدن. آشرش در هم اضافه میکنیم در دیگ. دیدیم اگر آبش کم بود یک کمک آب دوگان باز میخوایم اضافه کنم بالش. کاملا دیگه آماده شده. یک خوشبوی خیلی خوبه داره. من مطمئن هستم که طعمش هم خیلی خوب است. یک آش خوشمزه. امروز خواستم که براتون آماده بسازم. به نام خداوندی که بی حد و بی اندازه مهربان است. سلام خدمت تمام شما خوبایی که با برنامه پخت و پز هستین. خیلی خوش هستیم از اینکه با یکی دیگر از برنامه بازم نیم ساعت مهمان خانه های شما عزیزان هستم و میخواهیم یکی از غذاهای خیلی خوشمزه دیگر برتان آماده بسازم. امروز ما خواستیم چون دوستای ما خیلی کامنت مونده بودن بر ما، کامنت های شما را همیشه من دارم. میخواهیم غذایی که شما بر ما نامش کامنت میکنین حتما ما براتون آماده میسازیم. امروز ما خواستم براتون آش رشته آماده کنم. در شروع مواد لازم شه به تمام شما خوبایی که با ما هستین به معرفی میگیریم. پالک مقدار لازم، آش رشته یک پاکت، لوبیا یک قوطی، نخود یک قوطی، گشنیز مقدار لازم، نوش پیاز مقدار لازم، پیاز یک عدد و سیر مقدار لازم، چکه مقدار لازم، زردچوبه مقدار لازم، تخم گشنیز و نمک هم مقدار لازم. امروز خواستم در برنامه برتان آش رشته آماده کنیم. خود آش رشته یکی از آشهایی هست که در کشور ایران بیشتر مشهور است و در ایران بیشتر آماده میشه، اما معمولا خود آش یکی از غذای خیلی سنتی کشور ما و شما هم از همه خیلی زیاد دوست دارن. آش معمولا آش بر هر شکل آماده میکنن. آش دم داده ما و شما همیشه آماده میکنیم در خانه و معمولا در فصل سرما بیشتر همگی کوشش میکنن که آش آماده بسازن. من امروز خواستم آش رشته برتون آماده کنم. خود آش رشته طعم خیلی خوب داره و خیلی خوشمزه است. به این اندازه پیاز هم ریزه کردیم و حالا اضافهش میکنیم در دیگ. منتظر میباشیم تا که باز پیاز خوب سرخ شود و حالا خوب از پیاز خوب مخلوط کنیم. ما باید بگذاریم تا خوب پیاز سرخ شود و بعد از او با زردچوبه و اینا را میخواییم که بالاش اضافه بکنیم. سرپوش را هم بالاش گذاشتیم. یک چند دقیقه باید پیاز را بگذاریم تا خوب سرخ شود و حالا پیاز اضافه کردیم. یک بار دیگه پیاز مخلوط کرده میریم. می‌گذاریم تا پیاز دیگه خوب سرخ شود. بعد از او با زردچوبه بالاش اضافه میکنیم. مخصوصا در آش رشته که شما آماده میسازین در خانه کوشش کنین که پیازش خوب بریان شود و بعد از اینکه پیاز بریان شد بالا شما زردچوبه اضافه کنین. نمی رنگ خود آش خیلی مقبول تر و زیباتر میسازه به این شکل. حالا پیاز سرخ شده میره دیگه. اینجا سیر است. من خواستم از سیرم یک مقدار استفاده کنم در این آش رشته چون طعم خوشمزگیش خیلی خوبتر میسازه و سیرم دیگه از ترکاری باب خیلی خوب است که سیستم دفاعی بدن ما شما را بالا میبره و تحقیقات اخیرم که نشان داده سیر پیشگیری از امراض سرطانی میکنه. پس چه خوب است از سیر همیشه در پخت پزتان استفاده کنیم. به این اندازه سیر هم ریزه کردیم. منتظر استیم تا که دیگه پیاز خوب بریان شود. یک چند دندانه سیر ریزه ریزه میکنم. به این شکل چند دندانه سیر هم ریزه کردیم و برنامه ما رو میتونین از طریق چنل یوتیوب طلو هم بیننده باشین. برنامه پخت و پز همه روزه ما میخواییم غذای خیلی خوشمزه براتون در برنامه آماده کنم. کامنت های شما دوستان رو همه روزه میبینم و کوشش میکنم غذایی که شما بر ما نامش ارسال میکنین ما براتون حتما اون غذا رو آماده بسازیم. همچنان خواسته باز دوستای ما ای بود که ما غذایی که محلی در ولایات و غذا آماده میشه و بسیار غذای خوشمزه ما شما خود ما در افغانستان آماده میکنین ما در برنامه آماده بسازم که حتما برنامه بعدی ما اختصاص میدم دو روز و یا سه روز در هفته برنامه پخت و پز غذای محلی افغانستان میخوایم براتون آماده بسازیم. غذایی که معمولا در ولایات آماده میشه تا که شما بتانین ترستهش هم یاد بگیرین. خب حالا پیاز آماده آیستا آیستا بریان میشه. باید چند دقیقه دوگام پیاز خوب بگذاریم تا کمک دوگام خوب بریان شوه. بعد از او با سیر و زردچوبه و اینا را میخواییم که بالاش اضافه بکنیم.
چند دندون سیر بود که من ریزه ریزش کردم. حالا میخوایم بالای پیازم اضافهش کنیم. بالای پیاز اضافهش کردیم و مخلوطش میسازیم. و حالا ما از زردچوبه میخواییم استفاده کنیم. زردچوبه هم رنگ آشادش تر خوب تر میسازه، هم خوشمزگیش زیادتر میسازه. نیم قاشق غذاخوری و میخواییم زردچوبه اضافه بکنیم بالای پیاز و سیر. زردچوبه اضافه کردیم، خوب مخلوطش میسازیم. ما میبینیم که پیاز ما خوب بریان نشده، باید یک چند دقیقه دیگه بگذاریم تا که پیاز خوب سرخ شوه. خود پیاز یکی از ترکاری باب خیلی خوب است که معمولا هم ما شما در همه غذایی که روزانه آماده میکنیم از پیاز استفاده میکنیم. و خود پیاز منبع از ویتامین های A و E و میکروب کش است و یک آنتی بیوتیک خیلی خوب میتونه باشه. از پیاز همیشه استفاده بکنین در پخت پزتان، همچنان میتونین که در سالاد به شکل خام میرین روش جان کنین، خیلی مفید است برای بدن ما شما. و حالا دیگه پیاز آیستا آیستا که سرخ شد، میخوایم که مواد دیگه ما همینجا است که اونا رو هم ریزه ریزه میکنیم و میخوایم اضافه کنیم. بعد خواستم از پالک ده یا شرشته استفاده کنیم، یکی از موادای اصلیش است که پالک اگر استفاده کنین خیلی خوبتر از خوشمزگی غذای شما را یا آشرشته شما را بیشتر و بیشتر میسازه. اینجا می یک مقدار پالک قبل از که برنامه شروع شد ما پاک شستیم و ریزش کردیم و در این لحظات برنامه قبل از اینکه ما پالک ریزه کنم وقتی خیلی کوتاه داریم. ادامه برنامه پخت و پز و تمامتان خوش آمدید میگم. امیدوارم شما کات لذت خوب و خوش داشته باشین و بازم ادامه برنامه هست. در جریان وقفه من خواستم که پالک ریزه ریزه کنم. خود پالک یکی از ترکار باب خیلی خوب است که آهن خیلی زیاد داره و کسانی که کمبود آهن دارن مخصوصا به خاطر رفع کمخونی خیلی مفید است، از پالک استفاده کنین. من هم خواستم در آشرشته که امروز برتان آماده میکنم از پالک استفاده داشته باشیم. میبینیم که پیازم کاملا دیگه بریان شده و سرخ شده، بالای زردچوبام اضافه کردیم، همچنان سیرم. در آشرشته که شما آماده میکنین معمولا باید پیاز به این شکل خوب بریان کنین. میبینین به این شکل ما پیاز خوب بریان کردیم. از این که زیادتر دیگه بریانش نکنیم. پالک سرخ میشه، اینجا نوش پیاز است. از نوش پیاز خواستم استفاده کنیم. در آش که امروز ما آماده میسازم برتون. میخواییم که ریزه ریزش کنیم. به این مقدار است ریزه ریزش میکنیم. نوش پیاز هم تمام شد ریزه کردیم. باز اضافهش میکنم بالای پالک که سرخ میشه استا استا. خود نوش پیاز هم یک از ترکاری باب خیلی خوب است که همانند خاصیت پیاز داره. شما از نوش پیاز هم میتونین در نوع اقسام مختلف غذا استفاده کنین. معمولا در سالات همیشه از نوش پیاز استفاده میشه. و نوش پیاز هم اضافه کردیم. سرپوش شک چند نقه بالاش میگذارم. میخواییم که یکمک گشنیز است اینجا. از برگای گشنیز هم ریزه ریزه کنیم. از برگای گشنیز هم خواستم استفاده کنم. آش خیلی خوشمزه میسازه. شما اگر دوست داشتین میتونین که البته از برگای جعفری هم استفاده کنین، از برگای نعنا اگر دوست داشتین استفاده کنین مشکل نداره. حالا میخواییم که برگای گشنیز هم در دیگ اضافه کنم. اینجا از یک قوطی لوبیا قبلا آماده شده خواستم استفاده کنیم. میخوایم از لوبیا اضافه کنیم. در آش رشته معمولا لوبیا نخود و اگر خواستین از جواری هم میتونین استفاده کنین. مطر هم میتونین استفاده بکنین که از حبوبات خیلی خوب است که طعم آش رشته را خیلی مزه‌دارتر میسازه. لوبیا را هم اضافه کردم. لوبیا از قبل کاملا آماده شده بود و نرم شده. و اینجا نخود است که از یک قوطی نخود هم خواستم استفاده کنیم. البته نخود و ترکاری باب سرخ کرده بودیم. یک چند نقه سرپوش هم بالاش میگذارم تا کمک خوبی سرخ شوم. و ظروف که ذرت هم نداریم خوب است که از بالای میز دورشان کنیم تا اینکه بتونیم دیگه کارهای خود خیلی خوب تر انجام بدیم. اینجا آب گذاشتیم، یک مقدار آب هم ضرورت است که باید آب اضافه کنم. و تخترم دیگه ضرورت ندارم، از بالای میز دورش میکنم. میگذاریم شده قسمت
و حالا چند دقیقه گذاشتیم تا اینکه نخود لوبیا با موادی که سرخ کرده بودیم یکم که دوگام سرخ شوه. بعد از اون میخوایم آب بالاش اضافه کنیم و خود آش رشته است که میخوایم اضافه کنیم. آش رشته نسبت به آش دیگه خیلی زودتر البته نرم میشه. ما شما همیشه از خمیر آش آماده میکنیم. این آش است که از خمیر آماده شده، یعنی اگر شما این آش رشته را در خانه آماده کنین هیچ کدام مشکل نداره. ما شما بلد هستیم، همه خانمایی که در خانه آش البته آماده میکنن، خمیرش آماده میکنیم، آش رشته را هم اضافه میکنیم در دیگ. دیدیم اگر آبش کم بود یا کمک آب دوگان باز میخوایم اضافه کنم بالش، چون آش هرقدر آب داشته باشم به من اندازه خوشمزه تر میه. آبش کم است، خوب است که یک کمک آب دوگان اضافه کنم. بسیار کم آب اضافه میکنیم بالش. آب مشکل نیست، اگر شما آب سرد اضافه کنین یا آب گرم اضافه کنین هیچ کدام مشکل ندارن. یک کم دوگان خواستیم که آب اضافه کنیم بالش، به این مقدار دیگه بیخی آبش کفایت میکنه. حالا میخواییم که سرپوش بالش بگذارم تا که آش رشته هم کاملا آماده شوم. سرپوش هم گذاشتیم، حرارت شما بیشتر گذاشتیم تا می حرارت بیشتری کاملا آماده شود. همچنان ای بود آش رشته که امروز خواستم براتون آماده کنم. منتظر میمانیم تا خوب پخته شود. وقتی که خوب آش ما نرم شد، جوش خورد، باز می خواهیم که تزیینش کنیم. با طریق خیلی ساده و آسان من خواستم براتون آماده بسازم تا که شما هم بتونین در خانه آمادهش بکنین. تمامش در یک دیگ آماده کردم. تمام کارهایی که اش رو انجام دادم می خواهیم براتون تکرار بکنم. شاید بعضی دوستای ما حال با برنامه خودشان پیوسته باشن. در شروع من خواستم که یک عدد پیاز در روغن خوب سرخ کنیم. پیاز خوب باید بریان شود. یک چند دندانه سیر هم داشت اضافه کنین، مزه و خوشمزگیش بسیار زیاد می سازه. سیر و پیاز که خوب بریان شد، بعد از او البته ما خواستیم که بالاش پالک اضافه کنیم. پالک هم خواستیم که مگه در روغن سرخ شود. وقتی پالک سرخ شد از نوش پیاز خواستم استفاده کنم، به خاطر کمی خوشمزگی آش بسیار زیاد می سازه. نوش پیاز اضافه کردیم، از برگای گشنیز بود که خواستم ریزه ریزه کنم بالاش اضافه کنم. گذاشتیم مواد یک کمک در روغن خوب سرخ شود. وقتی که کاملا سرخ شد یک کمک آب بالاش اضافه کردیم. البته از حبوبات هم خواستم استفاده بکنیم، از نخود و لوبیا هم استفاده کردم، اما شما اگر دوست داشتین میتونین که از جواری مطر هم استفاده کنین، هیچ کدام مشکل نداره، اما طعمش خیلی خوب تر میسازه. و آب اضافه کردیم، آب اندازش خودتان میفهمین که از روی آش باید آب کمک بلندتر باشد تا اینکه آش جوش میخوره و خوب باید آش نرم شود. تا اینکه آش خوب آماده میشه و با میخوایم باز تزیینش کنم، وقت به خیلی کوتا داریم، جای نرین، مرا تنها نگذاریم. ادامه برنامه هست و تمامتون خوش آمدید میگم. امیدوارم اوقات لذت خوب و خوش داشته باشین. خب در جریان وقفه من کمک نعنای خشکم گرفتم و اینجا برگاه گشنیز بود که به خاطر تزیینش استفاده میکنیم. چکه و این ظرف ما به خاطر تزیین آش رشته انتخاب کردم که البته آش رشته ای را که امروز می‌خواستم براتون آماده کنم در این ظرف تزیینش بکنیم. یک بار میبینیم که غذای ما آماده شده یا خیر. به به بسیار بوی خوبه، به خود گرفته، یک خوشبوی خیلی خوبه داره. من مطمئن هستم که طعمش هم خیلی خوب است، یک آش خوشمزه. خب آش اضافه کردیم به این مقدار در ظرف و ظرف مایل خودتان است. هر ظرف را که خودتان دوست داشته باشین میتونین به خاطر تزیینش استفاده کنین، هیچ کدام مشکلی ندارم. حالا هم سرپوش دیگه دوباره میگذاریم بالاش و از نانای خشک به خاطر تزیینش استفاده میکنم با مقدار چکه. اما اگر دوست داشتین شما میتونین که از پیاز بریان هم استفاده کنین. پیاز بریان برش آماده کنین و به خاطر تزیین آش رشته از پیاز بریان هم استفاده بکنین. بسیار خوشمزگیش زیادتر میسازه.
و یک بار میخوایم تمام کاری که از امی آشرشتر انجام دادم، چون یک دوست ما بر ما کامنت گذاشته بودن، گفته بودن که شما وقت امی غذا را آماده میکنین یک بار ترس تهیش از شروع بگوین. من میخوایم از شروع برتان تکرار بکنم که ما چی کارا را انجام دادیم و چگونه ای آشرشته خوشمزه هم آماده ساختم. در قدم اول پیاز بریان کردیم، بعد از او بالایش سیر اضافه کردیم، بعد از او که سیر خواستیم اضافه بکنیم، وقتی اینا کاملا خوب بریان شدن، پالک و نوش پیاز و همچنان گشنیز اضافه کردم، آب بالاش اضافه کردیم، نخود و لوبیا بود قبلا کاملا آماده شده بود در دیگه اضافه کردیم، آب شکمک بیشتر اضافه کنین تا که ازاش کرده کمک آب زیادتر باشه، و بعد از آشرشتر آماده ساختم اضافه کردیم. آشرشترش میتونین از بازار خریداری بکنین به قیمت بسیار ارزان، اما اگر خواسته باشین خودتان خمیر کنین در خانه، آش برش کنین، به می شکل میتونین که آشرشته هم آماده بسازین و بعد از بیارین ازش. آش خیلی خوشمزه با چکه و برگ گشنیز و نعنای خشک خواستیم که تزیینش بکنیم و یه ظروف هم دیگه ضرورت نداریم. یه هم آشرشته که امروز خواستم براتون آماده بکنم. همچنان برنامه بعدی منتظر باشین. دوستان ما بر ما پیام ارسال کرده بودن، کامنت مانده بودن، گفته بودن بر ما شما در برنامه دندکه آماده کنین. حتما ما براتون آماده خواهد ساختم یک دندکه خوشمزه. معمولا دندکه غذایی هست که در پکتیکا و پکتیا و خوست این سمتا خیلی غذای مشهور است که زیادتر آماده میشه. ما براتون غذا را آماده خواهد کردم. همچنان دوستای دیگه ما پیام ارسال کرده بودن، بر ما گفته بودن شما کیچری هراتی آماده کنین. حتما ما براتون در برنامه‌های بعدی کیچری هم آماده خواهد ساختم، یک کیچری خیلی خوشمزه که معمولا در هرات خیلی معروف است و مشهور است و هموطنای ما خیلی علاقه‌مندای زیادی غذا داره. منتظر باشین حتما در برنامه‌های بعدی پخت پز من غذای خوشمزه محلی افغانستان که خود ما و شما غذای خیلی خوشمزه داریم که در ولایات آماده می‌سازیم و در هر سمت ما براتون آماده خواهد کردم. آخرین دقایق برنامه است. من ناگزیر هستم امروز خدافیزی بکنم، از حضورتان مرخص شیم تا که دیگر برنامه خداوند یار نگهدار هم ما و شما باشه.